برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و سپاس و تشکر از آقای سعید بهبهانی. من میخواستم به مناسبت هم شب یلدا و که به قول آذربایجانی ها میگن چله گزسه، شب چله، اول زمستان، اول دیماه و پایان پاییز رو که 21 یا 20 دسامبر مصادف میشه تبریک بگم، در ضمن که جزو اون 4 روز مهم ساله، یعنی اول بهار که در واقع سبزی و فراوانی و زایش گوسفندها، زیاد شدن شیر و غیره در اون از سومر شروع شده بوده، دوم اول تابستانه که گرماست و میوه ها میرسن، آغاز میشه و اغلبشون پاییز رو خیلی گرامی میداشتن مثل بهار، برای اینکه محصول میرسید و میچیدند مهر ماه رو، و آخر پاییز اول زمستان هم 3 ماه استراحت و راحتی بوده، آسایش بوده. در واقع این 4 روز که اول هر فصله، 4 فصل، بسیار گرامی داشته می شد، بخصوص بهار و عرض خدمتتون پاییز. انقلاب کبیر فرانسه که اتفاق افتاد، تقویم مسیحی رو لغو کردن، یه تقویم انقلاب گذاشتن که از اول مهر شروع می شد و انصافاً تقویم ایران که زمان جلال الدوله ملکشاه از دوره سومر وجود شناخته بودن نوروزو، ولی نمیتونستن تثبیت کنن. اولین بار که تثبیت شد به همت 8 منجم بزرگ که در رأسشون هم ابوالمظفر اسفرازی و جوانترین عضو اون هیئت 24 ساله عمر خیام نیشابوری بود، در 1072 میلادی، 450 هجری شمسی تنظیم کردند. بعد از 6 سال در 1078 ابلاغ شد. برای چی؟ برای اینکه بدونن محصول کجا کی میرسه، برن محصول رو بردارن. پیغمبر اسلام بزرگترین خبط تاریخی که کرد عبارت از این بود: عرب 1 ماه اضافی داشت، تقویمش هم شمسی بود هم قمری، هر 3 سال 1 بار اونو وارد میکردن. ربیع الاول در ماه اول بهار و میستاد، اسمش معلومه، ربیع ثانی در ماه دوم بهار، جمادی الاول و جمادی، این ماه در سر جایش خود. پیغمبر اسلام این توهم در قرآن داره که این ماه از آغاز اون 3-4 ماه ماه حرامن، این ماه نسی که وارد میشه اشد من الکفر، اون ماه ها رو جابجا میکنه که بی سوادی نجومیشو میرسونه، که چندین بار سعی کردن اون رو اصلاح بکنن، اون تقویم رو زمان معمول، متوکل، به اصطلاح معتزد و غیره. بالاخره ملک شاه گفت آقای آخوندا دهنتون رو ببندید، محمد ابن عبدالله 29 اسفند هجرت از مکه کرده، اول بهار تا فروردین هم رسید اونجا، هجری شمسی میذاریم، دهنتون رو ببندید، منتها من برای جمع‌آوری مالیاتم از کاشغر چین تا دریای مدیترانه به تقویم لازم دارم که به اصطلاح اول محرم به زمستون نیفته یا به بهار نیفته، هر
سه سال یه ماه عقب میفته، هی میچرخه. این غیر قابل تحمل از نظر برای مدینه اصلا مهم نبود خطای محمد، ولی برای اون امپراتوری بنی امیه و بنی عباس که بنی امیه دومین امپراتوری بزرگ تاریخ بشری در عصر سنت بعد از مغوله، این غیر قابل تحمل بود و نتونستن تا ملکشاه چیز کنن. و در ضمن این روز تولد میتراست که البته ذبیح بهروز طور دیگری در کتابی داره، من آشنا بودم از نزدیک، اهل صابه بود، خانم جوکار دایش بود، بعد تابستون یک بهار مثلا نوروز ما رفته بودیم عمومونو ببینیم، اونام ایشونام تشریف آورد بودن، خواهرزاده، خلاصه ملاقات کردیم. دایی من استاد جعفر سلطان خدایی هم بود، خیلی به هر حال جالب. 1331 این کتاب چاپ شده، انجمن ایرانویچ چاپ کرده، تقویم و تاریخ در ایران از رصد زرتشت تا رصد خیام. رصد زرتشت هم خیال یعنی پیش نیست. زمان مهر و مانی عنوان کتاب، خواستم اینو گفته باشم. و در صفحه 104 و 105 تولد میترا رو، میترا تجسد و تجسم ایزد مهر به صورت انسان در زمینه، آیین میترائیزم، ایزد مهر در هند وجود داره، در زرتشتی هم وجود داره، ولی میترائیزم در دوره اشکانیه به احتمال قوی که از طریق ایران به روم سرایت کرده تا پیروزی مسیحیت دین رسمی روم، و آثارش و مسیحی ها تا جایی که تونستن از بین بردن، تا تونستن، ولی با وجود اون اونقدر زیاد بود که هنوز هم باقی مونده. مجسمه های مهر از شمال آفریقا و تا اسپانیا و فرانسه، من در یه موزه دیدم، نقل کردم در تلویزیون میهن، و که رئیس موزه هم به من گفتش که من یعنی توضیح دادم که مهر چیه، غلط نوشته بودن زیرش. رئیس موزه اومد به من دست داد، گفت اون که به مأمور توضیح داد تویی، گفتم خب کارت تموم شد بیا دفتر من. رفتم یه کتابی رو داد برای من فوتوکپی کردن، گفتم اجازه بده من روش رو بنویسم رفرانسش رو، گفت برای چی؟ گفتم شاید پیدا کردم، گفت نه اینو اصلا هیچ جا پیدا نمی کنی، به تعداد موزه ها برای موزه ها چاپ شده. در اونجا در مراسم تربیت نازی ها از آیین مهر هم استفاده می شده، اون بخشش در اون کتاب بود که به من لطف کرد. بله، عرض خدمتتون، زنده یاد بهروز، از ادبیات فارسی به نظر من، چون از خودش در ایران چیزی باقی نمونده که بشه این چیزایی که بهروز ردیف کرده به عنوان هفت اصل آیین مهر ازش بیرون کشید. جهان را یک خدای در خور ستایش است، مردم چهار سوی جهان با هم برادرند و علامت آن صلیب است. صلیب مهری کاملا برابر بود، برخلاف صلیب مسیح که داره. ثروت باید محدود باشد، نمیدونم از کجا نوشته. پیشوایان دین و دولت انتخابی است، این هم دوره ایلامی وجود داشت، اشکانیام خیلی ضعیف ولی نه به وصیت شاه قبلی انجام میده، گویا در مهستان و اینا، ما نوشته ای نداریم برای اینا، حدسه. پنج گناه بخشوده نمی شود و باید جزا داده شود. حافظ چون خراباتی بوده و به ادعای نظر نسبتا درست استاد بهروز خراباتی ها آیین مهری رو ادامه میدادن، میگه
ستم از غمزه من اینو من پیدا کردم، یعنی استاد ننوشته بود. ستم از غمزه نیاموز که در مذهب عشق هر سخن اجری و هر کرده جزایی داره. بیش از یک سن نگیری. اینم نمیدونم در قبل از اسلام هم حرم سراهای بزرگ بردهداری کار ناشاسته، بردم وجود داشت. بندک از دوره هخامنشی به بند کشیده شده. بندک بندگان هم جمعشه. هزار بندک دوره ساسانی لقب یه نفره. بنابراین این ادعا زیاد جاری نیست. به نظر استاد بهروز میترا در 271 پیش از میلاد بله متولد شده، در دو روز با و 25 دسامبر گویا زاییده شده. به نظر ایشون در صفحه 104 می نویسه روز دوشنبه 26 دسامبر اول ژانویه بالاخر. اینم خطایی است که مرتکب شدن. نوشتن که عمرش در 208 64 سال بوده، 63 سال میشه، یعنی 271 از 208 کم بکنید. یادشون بخیر. به هر حال بگذرم. دوست عزیزی که پیش از من سخنرانی کردن در آخر صحبتشون به درستی به عامل ایجاد وحدت چیز کردن، ولی خب فردوسی را هم بنیانگذار به اصطلاح ملت مدرن در واقع قلمداد می کنند، یا ماکیاول رو که اونم نیست در 1469 و 1527 البته در سیاست، ولی رونسانس که شروع شد در زمینه های ادبیش البته دانته است قبل، ولی دقیقاً از گالیله شروع میشه رنسانس علمی، به نیوتن میکشه، کوپرنیک، گالیله، در نیوتن، کپلر و در نیوتن و لایبنیتز جبن آنالیز داده میشه و بشریت خیلی ممنون. به هر حال به نظر من بایستی اونو به اصطلاح توجه کرد و ملت مدرن با سرمایه‌داری صنعتی زاییده میشه، با آزادی و برابری که وجود خارجی نداشت، برابری شهروندان، برابری انسانی شهروندان، نه مذهبی شهروندان، نه راسیستی شهروندان. نمیشه. این ایران بربادله. من ایرانی نه احساس نمی کنم وقتی به شاهنامه نگاه میکنم، ولی ایرانی هم خودم هم ایرانی میدونم، علنن هم میگم. و دفاعی که ما آذربایجانی ها در ایران در مقابل عثمانی هایی که از ما جدا شده بودن، سلجوقیان رفتن بیزانس رو ترک کردن، نه اونجا ترکی وجود نداشت، از آسمون نرفته، همه اونا از ایران گذشتن رفتن. همه ترکان ترکیه همه میراث سلجوقی هست. خود مؤلفشون که یک آنسیکلوپدی نوشته 1923 جلد اولش به خط نسخ و جلد دومش به لاتین در 1928 چاپ شده به تو لغته، لغت بزرگ ترک، اونجا مقدمش میگه ما از آذربایجانی ها جدا شدیم، ترکان آذربایجانی. طبیعیه، از آسمون که نمیتونستن برن اونجا. یعنی سلاجقه روم یه شاخش شد عثمانی 1299. بنابراین جامع و مانع منطقیون دنیای اسلام منطق ارسطو رو خیلی کاملش کرد. ایرانی رو طوری تعریف کنی که در برگیرنده همه ایرانیان موجود و تاریخی باشه و در چارچوب کنونی. البته تاریخ گذشته بریم، هخامنشی بریم،
ما مستعمره داریم، نه اینکه اونا جزو ایران هستن. سارت جزو ایران هست ولی مستعمره ایرانه. این همین رفتیم بخشی از هند هم گرفت زمان داریوش. بنابراین یا دوره سلجوق از کاشغر چین تا دریای مدیتر، من نمیتونم ایران رو به سلجوقی و هخامنشی برگردونم. ایران کنونی رو بایستی دو دستی نگه داریم و به همدیگه حرمت بذاریم، طوری هم ایران رو تعریف کنیم، چارچوب سیاسی و کسانی که به منافع اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی ایران خیانت نکردن، پول ایران رو خارج نکردن، اقتصادی یعنی اون جاسوسی نکردن برای بیگانه، به منافع ایران فکر میکنن و ایرانی ها. همیشه من میگم ایران دوستی من از ایرانی دوستی من سرچشمه میگیره، نه برعکس. من خاک و خون پرست نیستم، من مردم دوستم. هر ایرانی که هست به هر زمان که سخن، به قول حافظ، این بیت حافظ رو بایستی روی تمام فرهنگ ها، برخلاف شاهنامه فردوسی، روی تمام وزارت فرهنگ ها نوشت. یکیست ترکی و تازی، خوشم به فارسی میگه، در این معامله حافظ حدیث عشق بیان کن، عشق به ایران و عشق به انسانهای ایرانی و به عشق به انسان، حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو داری، به هر زبان که تو داری. عربی ایرانی داریم، ترکی ایرانی داریم، فارسی ایرانی داریم، فارسی غیر ایرانی هم داریم، افغانستان و تاجیکستان اینا ایرانی نیستن. اصلا هم نمیخوایم در منافع ملی یه جامعه فقیر بیاد به خاطر زبان به ما بچسبه. خیلی ساده، دوستان افغان هم از من برنجن. من دلم میخواد بحرین بیاد بچسبه، عرب هم عربی هم باشه مهم نیست، برای به اون کنفدراسیون ایران به خاطر منافع ملی. دقیقا انگلستان دوستان و دشمنان دائمی ندارد، فقط منافع دائمی دارد. دی اسرائیل، ایران هم دوستان و دشمنان دائمی ندارد، منافع دائمی. ایران کنون نه به شاهنامه بری، نه اونجا، نه اونجا، اصلا اصلا. یعنی اشتباه معرفت شناسیه، مثل اینکه من بگم خورشید دور زمین میچرخه با چشمامون میبینیم. من نمیدونم زمین دور خودش میچرخه و دور خورشید، فکر میکنم خورشید دور من میچرخه. اصلا اینکه فردوسی قبل از اروپا مثلا ملت و دبلو، اصلا اون همون چیز فارسی و نژاد آریایی و بالاخر دیگه نژاد دهقان، نژاد بشر یک اسپس نژاد هم نیست. با علم پیش بریم، با عقل پیش بریم و با انسانیت پیش بریم در چارچوب ایران، با منافع ملیمون، اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی. ممنونم. در هر حال ایران هم بنا به تحقیقات ما، شاعران هرچی از قبل از این شاعران ایرانویش اومده که احتمالاً خارزم یا تاجیکستان، اونا آدرسش اونجاها دادن در اوستا. ولی وقتی که یک شاه خودش رو شاه ایران دونسته که من در آوردم، سلطان یعقوب آقونلوه 1478 1490 قبل از صفویه، اسماعیل صفوی 1501. نادرم خودش رو شاه ایران میدونه. تمرهای قاجاریه رو نگاه کنید، تمر اول رضا شاه تاجگذاریش، ممالک محروسه ایران، کشورهای حراست شده ایران در مقابل هجوم خارجی، این واژه است که از دوره سلجوقی توی این مملکت گذاشته شده. تاریخ ابن بیبی آل سلجوق که زمان خود سلجوقیان، ممالک محروسه اولین بار اونجا به کار رفته.
کشورهای حراست شده در مقابل هجوم خارجی. ولی زمان تمرای رضاشاهی هم سه تا تمر رضاشاهی هم ممالک محروسه ایران روشه، بعد مملکت ایران یعنی مملکت انصاری. از این مرض رضاشاهی بیرون بیاییم. این ایران برباد ده پیشوری قایزی محمد رو بعد از خودش دایی، اون عکس العمل اعمال ظلم‌های رضا شاه بود به قول قاضی محمد که اومده بود در تهران محمد رضا شاه رو ببینه، دست خالی برش میگردونن. واقعیت اینه که بدونیم که در چه عصر انترنت زندگی میکنیم. سرمایه‌داری صنعتی وارد عصر انفورماتیک شده، میخوان مرزها برداشته میشن تدریجا، پولا یکی میشن، سرمایه‌ها در هم ادغام میشن. ایران هم موقعیتی داره که میتونه به مرکز این منطقه مبدل بشه، مثل آلمان اگه شعور داشته باشه. ولی با این فکرها اصلا اون دقیقا اون نفاقی که انداختن همون ادامه پیدا میکنه. ممنونم. به هر حال نادرشاه در وثیقه مغان رو نگاه کنید، ایران رو اسم میبره. قاجارم که سکه ها و تمره ها و چیزاشون ممالک محروسه ایران، ایران وجود شاه ها که خودشون رو شاه گفتن، نه اینکه شاعر. میخواین من مرز فردوسی، ایران فردوسی رو بگم که وحشت بکنید؟ چو داراز کرمان به ایران رسید، دو بهر از بزرگان لشکر ندید. ز زابل به ایران، ز ایران به تور، برای تو پیمودم این راه دور. و زابل هم ایران نیست. 200 مرد بگزید اندر میان، ز ایران و اهواز و از رومیان. روم هم که ایران نبود، اهواز هم بس ایران نیست. نمیشه خوشون کشی هایی که به کرد کرده، آلانی کرده، الاخر الاخر تیلکی کرد، دیلمی کرد. بل کنیم بابا، مدرن بشیم برای انسان، برای اصل کنون. ممنونم، خیلی عذر میخوام طولانی شد. بله، عرض خدمتتون رسیدم به بخش سوم نقد کتاب آیه های شیطانی سلمان رشدی، که قبلا با فرانسوا غابله که در واقع یکی از بنیانگذاران این به اصطلاح اندیشه مدرنه در اروپا، اونو مقایسه کرد. بعد رسید به ولتر که اون جمله بسیار زیباشم خوندم که باز تکرار میکنم: کسی که به شما امکان میدهد چنین مزخرفاتی را باور کنید، دست شما را نیز برای چنین جنایت های باز میکنید. کشیش و آخوند رو میگه. بعد اشاره داشت به رمان شرم و بچه ها. شرم و در واقع که بچه های نیمه شب جایزه در ایران هم برده بود، در واقع چی بود؟ در واقع این بود که حکومت های پاکستان و هند و من اضافه میکنم ایران شرم کنن که امیدهای مردم بچه های اون مملکت ها را به باد دادن، بچه ها را تبدیل به بچه های نیمه شب کردن، داورن جا ندارن، خودفروشی میکنن، گاهن ناچار قربانی هن، کارتون خواب ها. بچه های نیمه شب تهران هم، بچه هایش چیزم تهران هم دو قسمت هم. یه دست اونایی که خونه دارن، یکی ندارن، فاجعه هست اون یکی ها. بله، این گفته یکی از مسئولین ها، محافظین به اصطلاح سپاهه. و بنابراین هم به بیشرمی دولت‌های هند و پاکستان و ایران اضافه کنه، آخوند اضافه اشاره میکنه،
و در آیه های شیطانی در کنار این قربانیان و عاملین این اجرا اون سیاست تاچری را هم نقد کرد. در رسیده به بخش سوم این مقایسه بسیار با ارزش می نویسه، اگر نجیب محفوظ که جایزه نوبل برد مصری بود به درستی بالزاک عرب است، این استثناست. این استاد هم به تمدن اسلام و پیش از اسلام مسلطه و هم به تمدن مدرن با دید مدرن مسلط. یه چیزی بگیم که بچسبه، اگر نجیب محفوظ به درستی بالزاک عرب است، به اعتقاد من آینده نشان خواهد داد که سلمان رشدی که مسلمان‌زاده است، جیمز جویس دنیای اسلام است. جیمز جویس اسلام است. این را از این جهت گویم که همان تبدلات تاریخی و تضادهای اجتماعی و تحولات فرهنگی که راه را برای پیدایش بالزاک هموار ساخت، عقبیم دیگه، اونا زودتر از ما این بالزاکشونو و جیمز جویسشونو بیرون دادن. انگلستان جیمز جویسو، بله، از این را از این جهت میگویم که همان تبدلات تاریخی و تضادهای اجتماعی و تحولات فرهنگی که راه را برای پیدایش بالزاک عرب هموار ساخت، یعنی نجیب محفوظ، ظهور جیمز جویس اسلام یعنی سلمان رشدی را نیز محتمل و مطلوب نموده است. زیرا میکوشم مقایسه هایی بین جویس هنرمند و هم و غم ها و مشغولیت های ذهنی و مشکلاتی که در آثار خود ترک کرده از یک سو، و سلمان رشدی هنرمند و هم و غم و مشغولیت های ذهنی و مشکلات رمان او مطرح نموده، از سوی دیگر بیاورم. این در واقع الفه که مقایسه میکنه. این مقایسه به این راحتی نمیشه، انسان باید اینو هضم کرده باشه. جیمز جویس هم، رابولور هم، ولتر هم، تا بتونه این مقایسه رو به این زیبایی انجام بده. مجله ادبی و پیشرو آمریکا The Little Review که این جرأت را به خود داده بود که رمان اولیس را به تدریج در چند شماره، بله، در آغاز دهه 20 این قرن منتشر کنه، مورد پیگرد قضایی قرار گرفت. بله، رمان جیمز جویس اولیسه، غیر از اولیسه هومره. بله، به این تهمت که مطالبی مخرب و سراپا فحشا و عریانی و فسق و فجور و تبهکاری را اشاعه داده است. و هنگامی که رمان مزبور یک جا به صورت کامل در 1922 در پاریس منتشر شد، جویس به کفر و ریشخند به مقدسات و بدگویی به دین و فسق و فجور و غیره متهم گردید. این سلمان فرانسه چون لایکه چاپ کرد، آقای انگلستان چاپ نکرده بود. ناقدان حرفه‌ای هم
که به ذهنشان نزده بود که با مهمترین و معتبرترین و پرنفوذترین رمان قرن بیستم چه در اروپا و چه در جهان روبرو هستند، با چنین عباراتی آن را وصف کردند. خیلی عذر میخوام. ادبیات مستراح، دعوت به هرج و مرج، بولشویزم ادبی 1917، بولشویزم اتفاق افتاده چون جو ضد کمونیستی وجود داره، یه عده بی همه چیز میخوان از اون بهره برداری کنن علیه جمجور. رمانی که میتواند وحشی ترین آدم های روی زمین را، با تیتر دیگری ها، رمانی که میتواند وحشی ترین آدم های روی زمین را به استفراغ بیندازد، که ژان پل سارتر با الهام از این و در حمله به این یک رمانی به نام استفراغ نوشت. سارتر هم اگزیستانسیالیست بی دینه، طبعا طرفدار جیمز جویس میشه. به این ترتیب بود که رمان جویس در ایالات متحده تا سال 1933، یعنی رو کار اومدن روزولت، ممنوع بود و تنها پس از مبارزات سرسختانه و طولانی قضایی و قانونی امکان انتشار یافت. باز در امریکا میشه، در ایران نمیشه. چنانکه در انگلیس هم تا سال 1936 ممنوع ماند، چون انگلیس ها دیدن از امریکا وارد میشه، ناچار 3 سال بعد چاپ کردن. واقعیت این است که وقتی رمان انقلابی و نوآور و سترک که از دل ادبیات مدرن انگلیس جوشیده، 9000 سال پیش، به جای اینکه در انگلیس یا ایرلند زادگاه جویس یا ایالات متحده منتشر شود، در پایتخت فرانسه انتشار یافت. افتخار فرانسه است. به خودی خود دلیل کافی است تا نشان دهد از همان نخستین لحظه این کتاب با چه واکنش های منفی روبرو بوده. پشت خط رو میخونه. شایان ذکر است که واکنش مقامات مستعمره ایرلند و عکس العمل مقامات مذهبی شبه قرون وسطاییش، کاتولیک هم دیگه، در آن زمان عیناً شبیه واکنش مقامات هندی و پاکستانی در قبال همه آثار سلمان رشدی به ویژه رمان آیات شیطانیش، یعنی کتاب ها را ممنوع و لگدمال کنید. این هم جزو اون تیترا بود برای جیمز جویس نوشته بود. به عبارت دیگر، پیامی که در هر دو مورد به گوش می رسد یکیست، چون کتاب ها با هم مشابهن. آثار انتقادی که ببینید این چجوری مال جونز رو ردیابی کرده در امریکا و انگلیس و فرانسه و غیره، آثار انتقادی که من چنین استاد فلسفه ای نمیشناختم و هنوزم نمیشناسم، در ایرانمونم نمیشتم. بله، آثار انتقادی که آن را نویسنده ایرلندی در تبعید آفریده است نباید به گوش ایرلندی ها برسد. به این دلیل که موضوع آن آزادی ایرلند و رهایی و پیشرفت آن است و قلم تسخر زننده آن هنرمند فساد اربابان، یعنی انگلیسا، و فرصت طلبی سیاست مداران
و دست نشاندگی حاکمان ایرلند را و خوشرخصی ادیبانی که برش حمله کردن را برملا کرده است. مردم هند و پاکستان نیز به همان دلیل نباید چیزی از آثار انتقادی یک نویسنده هندی پاکستانی تبعیدی بشنوند، به خصوص که این دومی حقیقت اوضاع را در میهن خیش با همه ننگ و پوچی و مسخرگی ها و عقب ماندگی هایش عمیقاً بررسی میکنه. چنین بود که جویس به نویسنده ایرلندی تبعیدی در پاریس و جاهای دیگر تبدیل شد، بدل شد، منفور از سوی مقامات کلیسای کاتولیک به خصوص، چون ایرلند کاتولیکه، و مورد خشم مقامات کشورش. و سلمان رشدی هم تقریبا به همان دلایل به نویسنده دی هندی پاکستانی در تبعیدگاه خود در لندن، بعدم رفت امریکا، دستشون درد نکنه قبولش کردن، در لندن بدل گشت که مقامات دینی اسلامی و غیر اسلامی او را منفور می دارن. بدترینشون هم شبه انسانی به نام خمینی. و فرمان روایان کشورش و نیز اربابان آنها نسبت به وی خشمگینند. این الفش بود، آش بود. ب، همانطوری که آثار مقایسه میکنه دیگه، در کل همانطوری که آثار جویس در چهارچوب تجربه‌ای که ایرلند با استعمار انگلیس داشت زاده شد، آثار سلمان رشدی هم در چارچوب تجربه هند و پاکستان با همان استعمار که شبه قاره هند را که اون موقع پاکستان و بنگلادش هم روش بودن نیز خونین و در بدترین حالت از هم گسیختگی رها کرد به وجود آمد. یعنی آثار سلمان رشدی هم در چارچوب تجربه هند و پاکستان به وجود آمد با همان، بله، با همان استعماری که شبه قاره هند را نیز خونین و در بدترین حالت از هم گسیختگی رها کرد. رشدی در بچه های نیمچپ چهره ای ریشخندآمیز از هنرمندی به نام سلیم سینا، یعنی خود رشدی، در دوران کودکی و رشد نشان میده. من وقتی خوندم توجه نداشتم که سلیم سینا هم خود رشدیه، که با آنچه جویس در نخستین رمان خیش گیومه بسته چهره ای از هنرمند در جوانیش عرضه کرده بود شباهت داره. جوش نیز خود را از دوران کودکی از طریق شخصیت هنرمندی که قهرمان داستان است به نام استفان دید آلوس به دال معرفی می نماید. باید، بله، باید اشاره کوتاهی بکنیم که سلیم سیما سینا در اصل سلیم است، ولی سرگردان مثل هند و چه بسا همه جهان سوم و نام قهرمان جوش از نام یک شخصیت اساطیری یونانی گرفته شده
یعنی دید اولوس پدر ایکاروس یا ایکار است. بله، سینا هم، ابن سینا هم یک فیلسوف سرگردانه، اینم توجه داشته باشید. موسی هم در صحرای سینا سرگردان بود. اینا را من اضافه میکنم. 40 سال که بعد یوشع میره فتح میکنه و قتل عام میکنه و فتح میکنه. بله، وضع صحرای سینا رو، بله، که بین مصر و فلسطین و اسرائیل قرار داده و غزه کنونی که اونم سرگردانه. نکات ظریفی میتونه داشته باشه، اشارات. دنباله کتاب. دید اولوس دانا یک وادی سرگردان پدید آورد. دید اولوس دانا، ببخشید، دید اولوس یک اسمه. دید اولوس دانا یک وادی سرگردان پدید آورد و پادشاه جزیره کرت را با فرزند خود ایکاروس در آن وادی زندانی نمود. هر دو زندانی. پس از آنکه دید اولوس برای خود و فرزندش بالهایی از موم و پر درست کردند، از زندان فرار نمودند. ایکاروس خیلی به بالا پرواز کرد. داستان بسیار جویس رو توضیح میده. و چون گرمای آفتاب بالهای مومی او را که پرش بودن ذوب نمود، در دریا سقوط نمود. شخصیت ایکاروس در اینجا نماد جوانی است که سرشار از آرزوی بلند پروازی و پشت سرنهادن مرزهای تعیین شده، یعنی پا گذاشتن به قلمرو به خورشید است. و سرانجام وخیمی که این نوع بی‌باکی و شتاب زدگی می تواند در پی داشته باشد، بالاش می سوزد و می افتد. این جزئیات را از اساطیر یونانی به این دلیل نقل می کنم که پرواز کردن و گردش در فضا و سقوط، چه در آثار جویس و چه رشدی، اهمیت نمادین ویژه‌ای دارد که در صفحات بعد خواهیم دید. عزیزان، قیامت تموم می‌کنم. جویس و رشدی در دو رمان، چهره ای از هنرمند در جوانیش، این مال جویسه، و رشدی بچه های نیمه شب، به ترتیب شخصیت استفان دید اولوس و سلیم سینا را محور قرار دادن، به طوری که هر یک از اینها مرکز دایره هایی از سنت ها می شوند که یکی دیگری را در بر گرفته است. یعنی خانواده، دین، شهر، میهن، امپراتوری که میهن از آن تبعیت میکنه. در هر دو رمان تأثیر متقابل این دایره ها را چه با صورت تکی و چه جمعی در هنرمند و بر او و بر هویت و شخصیتش مساعده می کنید. چنان که واکنش های بزرگ و کوچک او و روش برخوردش با این دایره ها و حیله ای که در برابر آنها می اندیشد و غیره را می بینید، تا آنجا که بالاخره بر آنها می شورد و بر آنها تأثیر می گذارد و به نقد می کشد و تفسیر می کند. یاد بگیریم به عنوان یک میهن دوست هیچ وقتم پرستش نکنیم، حتی میهن رو.
و پس از شناخت ماهیت درونی آنها ردشان کرده از آنها فراتر می رود. به عبارت دیگر در هر دو رمان یعنی هم جویس و هم سلمان رشدی مثل آیه های شیطانی، ما در برابر رشد هنرمند و وسعت گرفتن آگاهی او هستیم و اینکه او چگونه به نحوی تدریجی و انتقادی و طنزآمیز خود را از شرایط زندگی خانواده بورژوایش و اسارت دین مسلطش کاتولیک برای جویس و اسلام برای سلمان رشدی و از فسادی که سراسر شهر او، دوبلن جویس، بمبئی سلمان رشدی را فرا گرفته و از شوینیزم سرسختانه زمامداران کشورش و از خفت تن دادن به امپراتوری مسلط رها می سازد، یعنی به مرحله آزادی از نیچه می رسد و می مونه به آزادی در برسه. تا اینجا من سخنرانی رو تمام کردم، رسیدم به بخش 3 در مقایسه سلمان رشدی و جویس. عزیزان شب و روزتون بخیر، امیدوارم سال مسیحی خوبی داشته باشیم، یلداتونم مبارک باشه، سال دیگه بدون آخوند باشیم. اگر فرصت کردید در سایت میهن لطف کنید درباره تولد عیسی ناصری معروف به مسیح مقاله مرا بخوانی. درباره تولد عیسی ناصری معروف به مسیح ضیای صدراشرافی. بسیار سپاسگزارم. در آخرم فقط یادتون باشه که در فرانسه 21 مسجد این کشور رو وزارت فرانسه به خاطر اینکه روحیه انتگریستی در اونجا تبلیغ میشد بستند، چون کشور لایکه، و در مخالفت با اعدام هم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی رو من به خانوادهش تسلیت میگم و به اتهام های واهی ایجاد فساد کردن، بدکاری، ستم کردن بقی رو که به اتهام بقی چیز شده، بقی به معنی ایجاد فساد کردن، بدکاری، ستم کردن، تعدی، سرکشی، نافرمانی و گردن کشی. بله، با وجود اینکه مخالفت های بین المللی وجود داشت، در 19 دسامبر در زندان سنندج به اتهام بقی به شهادت رسوندن. ممنون عزیزان، شب و روز عزیزان به خیر باد.